از تمام این تفکر و اندیشه های سیاسی 30 سال سوال میکنم. یک نماینده شما جمهوری خواهان توانستید تا به امروز در بین خودتون انتخاب کنید، از تودهیتون، از اکثریتیتون، از اقلیتیتون، از ایکستون، غیر از مجاهدین که یک کالت هستند و همون دنبال امام حسین و حسن و علی و دنبال همون استعمار و استثمار مذهبی رو به ایران برگردوندن و این گونه مسائل، غیر از اونها این همه جبهه ملی و ملی مذهبی و این بر شما توانستید یک نماینده انتخاب کنید که شخصیت والیوم و والور رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم رو داشته باشه، بتونه هر زمانی که میخواد با فاکس، با MSNBC، با وال استریت جورنال، با کریستین مانیتور، ساینس مانیتور، با نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز، با تایمز نمیدونم تایم، هر کجای دنیا هر زمان بخواد مصاحبه کنه یا بره با رهبران سران کشورهای دنیا بشینه و حرف دل ملت ایران ندارید. و این کینه ورزی، این حسد ورزی، این نپذیرفتن مسئولیت ملیه که ما رو به اینجا کشونده که 31 سال هنوز نشستیم کاری رو بکنیم که به اهورامزدای ایران، اون کسی که 31 سال تن در نداده 31 سال دیگه تن در نمیده، برای اینکه اگر این کارو بکنه ادمیت به گیلت کرده. و برای ما ایرانی ها ادمیت به گیلت کردن یکی از به اصطلاح مسائلی است که هرگز نتونستیم یادش بگیریم. رژیم اسلامی مثل سگ از سامانه پادشاهی، از تاریخ 2500 ساله پادشاهی، از نماد و سمبل پادشاهی، از وارث تاج و تخت پادشاهی و از طرفداران نظام پادشاهی وحشت داره. چرا؟ چون مردم در درون ایران دنبال همون شکوه و افتخار و تاریخ هست. حالا مهم نیست 50 تا 100 تا توده‌ای که اچه های اطلاعاتی رژیم هم هستن، هم این رژیم فرزند خلفشونه، تو این تلویزیون، تو اون رادیو، روی این خط، رو اون خط برن بگن پادشاهی بر نمیگردد، نمیدونم این اونجوری بوده، این اینجوری بوده. آنچه که مردم بخواهند خواهد شد این بار. رضا شاه دوم، شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی اومدن به لس آنجلس در کمال شکیبایی، مناعت طبع، با خلوص نیت مثل همیشه، به 3 تا رسانه 4 تا رسانه هم رفتن که 99%شون هم علنن میگن دنبال پادشاهی و بازگشت پادشاهی و این گونه مسائل هم نیستن. درود به شرفشون که همیشه هم جاهایی میرن که شاید تو قلبشون ولکام نباشن، اما به خاطر تناسب وقت و یا حالا هر چی که هست مصاحبه هم میکنن که بعدها بتونن استفاده های مثبت و منفی خودشون رو ازش ببرند. آقا اومد گفت زمان زمانه یک شوراست، شورای همبستگی، شورای وحدت، شورای رهبری، و همه بیاین و اعضاتون رو بفرستین بشینیم این کارو بکنیم. یک صندوق ملی باید تشکیل بشه که چند صد میلیون دلار توش پول ریخته بشه تا حکومت اسلامی 200 میلیارد تومان پول نریزه تو دست شرکت نفت و کارگر و مهندس و کارمند و ایناش که نکنه اعتصاب بکنه. ببینید چه کیاسی را انداخت. حرف درست رو از من بشنوید، چون بچه ها تو ایران دارن حرفای منو خوب گوش میکنند. در درون ایران تو همین 2022 سعید سکویی رو مثل اون خورشیدی که رو آسمون هر روز میبینن یا ماهی رو که در شب میبینن بچه ها میشناسن، نه اینکه آدم عجیب و غریب و فوق العاده ای باشه، حرف دلشون رو میزنه.
نفرت و کینه‌ای که اونها نسبت به این رژیم در کلیت و در تمامیتش رو دارن، در من، در صحبتام، در حرکاتم حسش میکنن، دوستش دارن، بهش عشق میورزند. هر ستلایتی ما عوض میکنیم کمتر از یک ساعت پیداش میکنن. بی جهت نیست. تمام اونهایی که ادعا دارند یا دارن 3-4-5 هزار دلار از یک مدیر تلویزیون حقوق میگیرند و منتظر چند تا پاکت پول در ماه از این ور و اون ور هستند، بزرگترین دیگه ابتا برس به 1000-1500 دلاریاش، و یا 2 ساعت 6 ساعت 4 ساعت برنامه در یک تلویزیون کرایه‌ای، تو باید مورد قبول مردم قرار گرفته باشی، لااقل طیفی از جامعه که ساپورتت کنن، پروتکتت کنن. و هستند کسانی که ما رو روی این تلستارم ببرند و ما بتوانیم تا 22 بهمن اون جنب و جوش و اون حرکتی رو که دیگران رخوت درش ایجاد میکنن، ما عین عاشورا، عین 13 آبان، عین 16 آذر که به هر ترتیبی بود، با هر چه بود، من غرورم رو حتی زیر پا گذاشتم، به این و اون زنگ زدن، التماس کردن، رو موج کوتاه رفتن، رو هات برد رفتن، رو یورو 9 رفتن، روی تلشدار 12 رفتن، هر جور بود، من این صدای فریاد رو به درون ایران فرستادم که لاریجانی اومد نشست گفت این آشوب ها رو تلویزیون سلطنت طلب وهابی را انداخت. مگر همین تلویزیون جامع جمع حکومت اسلامی نبود یک سال پیش تصویری رو از من نشون داد که داشتم شهرام همایون رو مورد خطاب قرار داده بودم برای شالاتان بازی ها و کارهایی که انجام میکرد، منو گذاشتن اونو تیکه باره کردم، اونم نشونش دادن توی یک برنامه جوک و مزاح و اینگونه مسائل. درود به تمام اون حرامزاده هایی که در جامع جمع حکومت اسلامی کار میکنن که همین کار رو هم کردن. بیشتر و بیشتر من رو با مردم در درون آشنا کرد. نیازی هم نبود، چون امروز سی دی های سعید سکویی، صحبتاش در تاکسی ها، در آژانس ها، در خانه ها، همه جا دست به دست میگرده. با من بچه ها صحبت میکنن، میگن پدرمون در میاد تو از روی یوتیوب بتونیم یه دونه از 10 دقیقه برنامه هاتو دانلود کنیم. حرف دلشون داره زده میشه، باهاشون بازی نمیشه. همون مردم دارن به من میگن بیش از 70-75% این بچه هایی که تو خیابونند با پوست و گوشت و استخونشون رضا پهلوی رو دوست دارن، شاهزاده رو دوست دارن، چون اون پاکی و معصومیت و اون نجابت رو در صحبتهاش، در حرکاتش و در مواضع موزگیری های سیاسیش دارن میبینن و از پدر و عمو و دایی و عمه و خاله دارن میشنفن که اونها با 60-70-80 سال با شم دنبال اون خدا بیامرز پدرش میگردن. و رژیم اسلامی اینو میدونه، چون همه جا جاسوس داره، از بقالش، از قصابش، از بچه جاسوسی برای پدر میدانن در خانواده ها چه میگذرن. رژیم اسلامی مثل سگ از تلویزیون آریا مهر در وحشته، میلیون ها دلار داره خرج میکنه که یه همچین صدایی بیرون نیاد. شوخی نبود. 4-5 هزار نفر رو بردن جلو فدرال بیلدینگ، 4 ساعت جاوید شاه فریاد سر دادن زیر پرچم شیر خورشید و عکس رضا شاه دوم و پدر بزرگش و ملکه مادر شهبانو. ما باید تظاهرات 25-30 هزار نفری با عکسای رضا شاه دوم را بندازیم. اگر 2-3 تا از این حرکت ها بکنیم، اون شورای رهبری که ایشون میخواد جواب تشکیل بده زودتر جواب خواهند داد بهش. درکم میکنید چی دارم میگم؟ برای من پیروزی ملت ایران
برای من رهاسازی ایران و ایرانی از بندهای ستم رژیم اسلامی، برای من رسیدن به اون صندوق انتخابات آزاد بعد از سرنگونی رژیم در کلیت و در تمامیتش در مرحله اهمیت، در مرحله اول اهمیت قرار داره، بعد نوع نظامه. ولی رأی من رضا پهلوی است تو اون صندوق میندازم.